نام هستی بخش جهان خدمت خانم ها و آقایان هموطنان عزیز سلام عرض میکنم من دکتر محمد سعیمی هستم و خوشحال و سپاسگزارم تا که در برنامه امشب با شما هستم و راجع مسائل ایران صحبت میکنم امروز پنج شنبه 26 ماه آوریل سال 2012 میلادی مطابق با هفتم اردیبهشت ماه 1391 خورشیدی است مثل همیشه برنامه رو با چند خبر و تفسیر اونها شروع میکنم و بعد راجع به یکی دو موضوع مهم راجع مسائل ایران با شما صحبت میکنم یکی از مهمترین اخبار هفته گذشته مصاحبه بود که جنرال بنی گنس فرمانده نیروهای مسلح اسرائیل با روزنامه اسرائیلی هارتس انجام داد جنرال گنس در مصاحبه که انجام داده بود گفتش که ایشون تصور نمیکنه که دولت ایران بخواد بمب اتمی بسازه وقتی که از ایشون پرسید پرسیدن که آیا سال 2012 میلادی سال سرنوشت سازیه ایشون گفتن که خب واضحه که هرچی ایران در برنامه هستش پیشرفت بیشتری حاصل بشه برای ما ممکنه وضع بدتر بشه ولی سال 12 2012 میلادی سال به قول آمریکایا میکت اور بریکت یا سازش یا بشکنش نیست بلکه و مسائل هم روز 31 دسامبر سال 2012 دو میلادی تموم نمیشه در این حال جنرال گنس در صحبتاشون گفتن که فکر میکنن که رهبران ایران رهبران منطقی یا رشنال هستند یعنی وقتی ما میگیم رهبران رشنال هستند یعنی که هر کاری که انجام میدن یا هر تصمیمی که میگیرن بر مبنای محاسبه سود و زیانش برای رژیمشونه و جنرال گنس برخلاف آقای بنجامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که همیشه اعلام کرده که رهبران ایران رهبران غیر منطقی و دیوانه هستند جنرال گنس که فرمانده نیروهای مسلح اسرائیل گفتن که ایشون چنین تصوری نداره و فکر میکنه که رهبران ایران منطقی هستند و بنابراین بر طبق محاسباتی که انجام میدن بر طبق ضرر و سود و زیانی که انجام میدن ممکن کاری انجام بدن ایشون گفتن که اگر آیت الله خامنه‌ای مطمئن باشه که تاسیسات هسته ایران رو نمیشه نابود کرد با حملات نظامی ممکنه که تصمیم بگیره که به طرف ساختن سلاح هسته ای بره ولی در این حال جنرال گنس گفتن که تصور نمیکنن که آیت الله خامنه ای چنین تصمیمی رو بگیره و فکر نمیکنن که ایران بخواد دنبال سلاح هستی باشه این نکته نکته بسیار مهمیه به دو دلیل اولا دلیل اولش اینه که این صحبت رو بالاترین مقام نظامی اسرائیل گفته و این مقام، یک مقام نظامی مثل جنرال گز واضحه که شخصیتی که به طور عملی با این جریان یعنی جریان اختلافات و برخورد بین ایران و اسرائیل درگیر هست و اگر خدای نکرده اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه جنرال گنس فرمانده نیروهای مسلح اسرائیل به عهده خواهد داشت بنابراین این موزگیری از طرف جنرال گنز شبیه موزگیری از طرف سیاست مثل آقای بنیامین نتانیاهو نیست بلکه ایشون باقیگراز، عملگراز میدونن در چکار میکنن ایشون واضحه که یک وطن دوست اسرائیلیه برای کشورش میخواد خدمت کنه ولی در این حال نگاه خیلی واقع ای داره این بنابراین این, این اینی که ایشون این صحبت رو بکنن صحبت مهمی البته در عرض چند هفته گذشته بسیاری از شخصت های مهم اسرائیل راجع به موضوع صحبت کردن به عنوان مثال آقای مایر داگان که رئیس سابق سازمان موساد بودن چندی مار در ماه گذشته گفتن که حمله به ایران کاری احمقانه و دیوانه واره و هیچ فایده ای نخواهد داشت بلکه زرازیان بسیار زیادی خواهد داشت حدود ده روز قبل آقای دن مریدور که یکی از وزیران برجسته کابینه ای آقای بنیامین نتانیاهو است در مصاحبه که انجام دادن اعتراف کردند که در واقع رهبران ایران برخلاف تبلیغات آقای بنیامین نتانیاهو و وزیران راستگراش هیچ موقع تهدید نکردند که اسرائیل و یا مردم اسرائیل از بین بلکه گفتن که صهیونیسم از بین خواهد رفت نه اسرائیل و مردم اسرائیل در این حال نکته دومی که بسیار مهمه اینه که زمان مطرح شدن این حرف توسط جنرال گنس بسیار مهمه درست در حالی که کسانی مثل آقای بنیامین نتانیاهو مرتب در حال سعی دارند که در حال برافروختن شعله آتش آتش جنگ بین ایران و اسرائیل باشند. رهبرانی که مثل جنرال گنس که همطور که عرض کردم از نزدیک با این از نزدیک و عملا با این جریان درگیر هستند و واضحه که به عنوان فرمانده نیروهای مسلح اسرائیل مسئولتی بسیار بزرگی دارن وارد این موضوع شدن و در واقع میخوان کاری بکنن تا این شورای جنگ که برافروخته شده توسط آقای نتنیاهو کمتر بشه و شاید خاموش بشه این صحبت ایشون هماهنگی کامل هم در این حال داره با صحبتایی که به عنوان مثال آقای جنرال مارتین دمپسی فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا حدود یک ماه پیش کردن آقای دمپسی در مصاحبه که کردن گفتن که فکر میکنن که رهبران ایران رهبرانی منطقی هستن تصمیم بر مبنای سود و زیان هر کاری هست کار دست به کارهای دیوانوار نمیزنن و فکرم نمی کنن که ایران در حال ساختن سلاح هسته ای است و یا به طرف ساختن سلاح هسته ای داره پیش میره و یا تصمیم سیاسی رو برای اون گرفته همونطور که در برنامه های گذاشتم خدمتون عرض کردم رهبران دیگه آمریکا شخصت های دیگه مهم آمریکا هم در چند هفته گذشته راجع این موضوع صحبت کردن آقای جیمز کلاپر که مدیر امور اطلاعاتی آمریکاست آقای لیان پنتا وزیر دفاع آمریکا آقای دیوید پتریاس جنرال دوید پتریاس سابق رئیس سازمان سی آقای لیان پنتا وزیر دفاع آمریکا و خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در عرض دو ماه گذشته تاکید کردند که سازمان های اطلاعاتی آمریکا به معتقدند که نه تنها ایران در حال ساختن سلاح هسته ای نیست بلکه تصمیم سیاسی هم برای ساختن سلاح هسته ای نگرفته و بنابراین همطور که می‌بینید برخلاف تبلیغات جناهای افراطی اسرائیل و جناهای افراطی آمریکا و همینطور بعض از هموطنان ما که خواهان جنگ با ایران هستند اونهایی که از نزدیک با جریانات در ارتباط هستند و اونهایی که راجع به این موضوع نگاه خیلی واقع تری از بقیه دارن معتقدن که نه تنها جمهوری اسلامی در حال ساختن سال هسته نیست بلکه در واقع دارن سعی میکنن که از بروز جنگ بین دو کشور جلوگیری کنند این نکته نکته بسیار مهمیه بدنی که من هفته گذشته یا یک شنبه هفته گذشته در برنامه که در تلویزیون اندیشه آقای فرامرز فروزنده دارن شرکت کردم و با آقای دکتر علیزا نوریزاده مفسر سیاسی که در لندن زندگی میکنن بحث میکردیم راجع به مسائل ایران و آقای دکتر نوریزاده در صحبتشون اصرار میکردند که ایران در حال ساختن سلاحی هسته‌ای است در حال ساختن کلاهک کلاهک است که وقتی من ازشون پرسیدن چه نوع کلاهکی آیا کلاهک هسته یا کلاهک غیر ایشون ادعا کردن که جینز دیفنس که یکی از منابع مهم اطلاعاتی نیروهای نظامی در دنیا هست میگه که این کلاهکهایی که ایران در پارچین میسازه ممکن ازش بشه به عنوان درتی بام استفاده کرد یعنی بمب هستی نیست بلکه مواد هسته‌ای یا بشه به عنوان به کلاهک شیمیایی ازش استفاده کرد و اینا ایشون اصرار داشتن که در پارچین این کار در حال انجام شدنه و ادعا می‌کردن که وقتی که آژانس بین‌المللی انرژی هستی از پارچین در پایان ماه فوریه دیدن کرد ایران اجازه بازید از پارچین رو نداد در حالی که اصل واقعی این بود که وقتی که وقتی که تیم آژانس بین‌المللی انرژی هستی از ایران در اواخر ماه ژانویه دیدار کرد با رهبران جمهوری اسلامی به این توافق رسیدن که اول موافقتنامه ای در مورد بازید از پارچین امضا کنند وقتی نامه امضا شد اون وقت بازرسان آژانس میتونن از پارچین دیدن کنن وقتی که در سفر دوم قرار بود که مذاکرات تموم بشه تا امزا به امضا برسه توافق نامه به ناگهان میخوام بازرسان آژانس از جمهوری اسلامی خواستن که از پارچین دیدن کنن و چون هنوز توافق نامه امضا نشده بود بر توافق قبلیشون دولت جمهوری اسلامی به اونا اجازه نداد ولی در این از اونها خواست که یک روز بیشتر در تهران بمونن تا موافقت نامه امضا بشه و بعد از اون بعد از که امضا شد میتونن از پارچین دیدن کنن این صحبت کاملا برخلاف صحبت که اونهایی که از هموطن ما که واقعا بدون که بگن بعدشون هم نمیاد که یک جنگی بین ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل را بیفته یا حتی اگر دلشون هم نخواد که جنگ راه بیفته مسئله رو اونقدر یک طرفه میبینن که تمام حقایق حقایق که همه دا از اون آگاه هستن رو فراموش میکنن به هم دلیل صحبت آقای صحبت جنرال گنس رئیس نیروهای مسلح اسرائیل در این مورد به نظر من بسیار بسیار مهمه و همچنین زمانی که ایشون صحبت رو کردن بسیار مهمه همطور که ارز کردم فقط محتوای صحبت نبود بلکه زمانش هم هست بدانی که این زمان هم یعنی زمان حساسی از یک طرف راستگرایان اسرائیل و راستگرایان آمریکا با کمک راستگرایان هموطن بعدشون نمیاد که یک برخورد نظامی پیش بیاد یا لاقل این حالت جنگی بین دو کشور حفظ بشه در این حال میدونیم که مذاکرات ایران و گروه پنج به اضافه یک شروع شده دور اولش در استانبول انجام شد قرار بود که کشورهای غربی تصمیم بگیرن که بعد از مذاکرات استانبول تصمیم بگیرن که آیا واقعا ایران به طور جدی میخواد در مورد مسئله هسته به توافق دیپلماتیک دست پیدا کنه یا نه و بعد از که مذاکرات انجام شد به این که اینطور هست و بنابراین دور دوم مذاکرات قرار در ماه می در 23 ماه در بغداد صورت بگیره بنابراین این برحه از زمان برحه بسیار مهمیه هم مذاکرات ممکنه به یک جایی برسه و بنابراین نباید کاری کرد که این مسیر مذاکرات از, از اون مسیر اصلی خودش جدا بشه و هم باید سعی کرد که اون حالت خیلی جنگی و فرسایشی که بین ایران و آمریکا و متحدانش هست کمتر بشه به خصوص در قبال تهدیدهایی که اسرائیل در مورد مسئله هسته ایران انجام داده که حالا در بخش دوم برنامه راجب اون با شما صحبت بکنم خب این یک خبر خیلی مهم بود خبر دوم خبر دوم مهم خبری بود که همین یک روز پیش اومد آقای سرگر سرگی, سرگی... ریابکوف معاون وزیر خارجه اسرائیل مثلا معاون وزیر خارجه روسیه که در واقع ریاست هیئت مذاکره کننده روسیه در مذاکرات پنج اضافه با تهران رو به عهده داره ظاهرا یک پیشنهاد جدید داده و اون پیشنهاد جدید اینه که برای اینکه تنش بین ایران و کشورهای پنج اضافه کم بشه ایران موافقت کنه که برنامه اتمی خودش رو گسترده تر از اینی که هست انجام نده به این نحو که اولا سانتریفیوژ های جدیدی رو در تحصیل غنی قنیسازی قرار نده تا شروع کنند به کار و قنیسازی انجام دادن ثانیا تحصیل فوردو در نزدیک قم رو لاغل به طور موقت متوقف کنه تا تا ایران و کشورهای پنج و اضافه به توافق برسند در این حال پیشنهاد آقای ریابکوف معاون وزیر خارجه شوروی من نظرم روسیه حق ایران رو برای غنیسازی اورانیوم در داخل خاک ایران محفوظ میداره سفیر ایران در در روسیه آقای محمد سجادی هم ظاهرا گفتن که ایران این پیشنهاد رو به دقت مطالعه خواهد کرد یکی دیگه از شرایطی که در پیشنهاد آقای ریابکوف هست اینه که ایران قبول کنه تا پروتکل الحاقی رو امضا کنه برای اونایی که نمیدونن یا از خاطرشون رفته عرض کنم که پروتکل الحاقی پرتوکولی است که متصل به پادمانی است که ایران با آژانس بینرمالی انرژی هسته ای یا به سلام اون قرارداد امنیتی است که بسته بر طبق پرتوکول الحاقی آژانس بینرمالی انرژی هسته ای اجازه داره که هر لحظه که دلش بخواد از هر سایتی در ایران هر جایی که فکر میکنه مزنونه که فکر میکنه ایران فعالیت های ای داشته باشه ولی اون سایت یا اون ساختمان یا محل به آژانس به عنوان محل هسته اعلام نکرده دیدن کنه ایران البته از ماه اکتبر سال 2003 تا ژانویه 2006 پروتکل الهاقی رو به طور داوطلبی اجرا کرد و در نتیجه آژانس بینالمللی انرژی هسته ای تونست از بسیاری از تاسیسات ایران بازدید کنه و تصویر نسبتا کاملی رو از نه تنها از برنامه هسته ایران بلکه از تاریخچه برنامه هسته ایران به دست بیاره ولی در جامعه سال 2006 ایران رو متوقف کرد در دلیل کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه، انگلیس و آلمان به ایران یه سری قول داده بودن راجع به امتیازهای اقتصادی که عمل نکردن و به هم دارید جمهوری اسلامی به خصوص اون همون موقعی بود که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده بودن این برنامه رو کنار گذاشتن و تنش از اون موقع بین ایران و کشورهای پنج به اضافه یک بالا گرفته خب این یک خبر بسیار مهم بود در این حال آقای جنرال نیکولای ماکاروف که فرمونده نیروهای مسلح روسی هستن اشون هم گفتن که بر حال اگر ایران به صلاح هسته ای دست پیدا کنه مثل کره شمالی میتونه یک تهدید باشه به هم دلیل ایشون و افسران زیر دستشون با پنتاگان و نیروهای مسلح آمریکا دائما در حال تبادل نظر هستند و اوضاع رو به شدت دنبال کنن و جنرال ماکاروف گفتن که ساختن سپر موشکی اگر فکر کنیم که ایران دارای سلاح هسته‌ای و موشکایی است که میتونه سلاح هسته‌ای رو به اون جای مورد نظر تحویل بده ممکنه لازم باشه خب این هم یک خبر مهم دیگه بود خبر مهم دیگه راجع به اوضاع داخلی ایران هست یکی از وبسایت هایی که خیلی طرفدار احمدی نژاد هست به نام وبسایت 598 من فکر می‌کنم این اسم این وبسایت یعنی 598 به دلیل قطعنامه 598 که بین ایران و عراق در 1988 آتش بس برقرار کرد این وبسایت گزارش داد که طرفداران آقای محمد تقی مصباح یزدی یک تلویزیون اینترنتی را انداختند و قرار که از طریق این تلویزیون اینترنتی روزی چهار ساعت برنامه اجرا کنند و با مردم ارتباط برقرار کنند ما میدونیم که آقای مصباح یزدی در گذشته یکی از طرفداران عمده و بزرگ آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بوده و قبل از به انتخابات سال 2009 یا حتی بعد از اون آقای محمدطقی مصباح یزدی همیشه از آقای احمدی نژاد حمایت کرده بود تا اینکه همونطور که هم در برنامه گایشه خدمتون عرض کردن جریان انحرافی یعنی اون گروهی که دوربر آقای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر آقای احمدی نژاد و مشاور نزدیکشون هستند به پاشد و جریانم اگر خاطر دومشه از سال گذشته از بهار سال گذشته شروع شد موقعی بود که آقای احمدی نژاد میخواستش که وزیر اطلاعات رو آقای هیدر مستقیل رو برکنار کنه و جاش یک شخص مورد نظر خودش رو بذاره و آقای الله خامنه ای به این دلیل وارد کار شد و به آقای احمدی نژاد دستور داد که آقای هیدر مستقیل رو در پست خودش نگه داره و به هم دلیل آقای احمدی نژاد یازده روز در خونه موندن قهر کردن البته خیلی ها مثل خود بنده فکر میکنن که آقای احمدی نژاد به این دلیل در خونه موند از سال گذشته روز که فکر میکرد که واقعا 24.5 میلیون نفر از مردم در انتخابات سال 2009 بهشون رای داده بودن و چون ایشون در خونه هستن اون میلیون نفر به خیابان ها خوان ریخ و حمایت خواهند کرد و از این خبرها نشد و چون تهدید شد که ایشون رو استیزا خواهند کرد ایشون به سر کار برگشت حالا وبسایت 598 میگه که طرفداران آقای مصباح یزدی که در واقع همون طرفداران آقای احمدی نژاد هستن ولی خب سعی کردن که یه مقدار بین خودشون و آقای احمدی نژاد مقدار فاصله بزنن به این, ش... به این که میگن که ما از آقای احمد نژاد حمایت میکنیم ولی از آقای رحیم مشایی حمایت نمیکنیم و آقای احمد نژاد باید از آقای رحیم مشایی جدا بشه قراره که برنامه تلویزیون در واقع از روز یکشنبه گذشته آغاز کردن و قرار روز چهار ساعت برنامه داشته باشن یکی دیگه از تهدیدهایی که سایت 598 کرده بود این بود که این برنامه تلویزیونی به زودی دست به افشاگری خواهد زد و بسیاری از حقایق پشت پرده رو راجع به گروه های که دوره بر آقای احمدی نژاد هستند و همطور گروه های دیگه که به زعم اینا ضد انقلاب هستن برملا خواهد کرد در این حال یک وبسایت دیگه یک وبسایت محافظه‌کار دیگه به نام بیباک نیوز گزارش داد که ای از دانشجویان دانشگاه, دانشگاه امام صادق دانشگاه امام صادق یک دانشگاه مذهبی است که توسط آقای آیا طلا محمد مهدوی کنی که رئیس مجلس خبرگان هست اداره میشه اینها نامه ای به آیا طلا مصباحی عزیزی نوشتن و گفتن که بهشون ایشون اعتراض کردن و از انتقاد کردن و گفتن که طرفداران شما در جلسات خصوصی به شما قائم مقام رهبری یعنی در واقع معاون آقای خامنه ای میگن خب این اونهایی که طرفدار آقای خامنه ای هستن به هیچ عنوان برایشون معاونت قائل نیستن اگرم معاونت قائل باشن تصور خیلی ها در تهرانی که قای مقامیشون در واقع اگر پشت پرده هم باشه پسر ایشون آقای مشتبا خامنه ای هست و بر طبق وبسایت بی باک نیوز این دانشجویان دانشگاه امام صادق اعتراض کردن و و به الله مصباحی و گفتن که این این کار درست است خب این هم یکی از خبرهای مهم بود بعد خبر مهم دیگه حمله گروه پژاک در کردستان به سپاه پاسداران بود بر طبق گزارش که رسیده در پاوه در شهرستان پاوه چهار نفر از سربازان سپاه پاسداران کشته شدند و چهار نفر دیگه هم زخمی شدند گروه پژاک گروه گروهی که از طرف وزارت خارجه آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و در واقع شاخه ایرانی گروه PKK -کی -کی هست گروه کردی PKK هست که سالهاست با دولت ترکیه در ترکیه مبارزه میکنه خب راجع به خبرهای حقوق بشری خدمتون ارز کنم مهمترین خبر حقوق بشری در هفته گذشته بازداشت خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر و اعزام ایشون زندانی کردن ایشون در زندان اوینه خانم نرگس محمدی از فعالان برجسته حقوق بشر در, ایران هستند و ایشون همسر آقای تغییر رحمانی روزامنگار و متفکر برجسته ملی مذهبی هستند همینطور ایشون در فعالیت های حقوق بشر خانم شیرین عبادی با ایشون همکاری نزدیک داشتند خانم شیرین عبادی مرکز رو در تهران به عنوان مرکز دفاع حقوق بشر در ایران تاسیس کرده بودند که معاونشون در این مرکز خانم نرگس محمدی بود خانم نرگس محمدی رو سال قبل وزارت اطلاعات دستگیر کرده بود بعد از یک دادگاه نمایشی ایشون رو به 11 سال زندان محکوم کردند در دادگاه تجی نظر این 11 سال به 6 سال حبس کاهش پیدا کرد همسرشون آقای تغییر رحمانی حدود یک ماه پیش از ایران خارج شدن و در مقالی که نوشتن توضیح دادن که چرا خارج شدن چون معمولا شخصیت ملی مذهبی از ایران بیرون نمیان ولی آقای تغییر رحمانی خارج شدن و توضیح دادن که فشار روی ایشون بسیار زیاد بود ولی در این حال گفتن که همسرشون خانم نگیس محمدی حاضر نشدند که از ایران خارج بشن و به همین دلیل در ایران با دو پسر دو باقی موندن ولی خانم محمدی رو گویا وزارت اطلاعات احضار کرد و بعد بعد از احضار دیگه ایشون برنگشتن و ظاهرا ایشون رو به زندان اوین منتقل کردن و تا دوران حبس 6 سالشون رو آغاز کنه سازمان گزارشگران بدون مرز یک اعلامیه شدید لحظ صادر کرد و به بازداشت خانم نرگس محمدی به شدت اعتراض کرد همینطور گزارش رسید که وزارت اطلاعات از آقای دکتر ابراهیم یزدی خواسته که ظرف یک ماه آینده خودش رو به زندان اوین معرفی کنه تا دوران زندان هشت ساله رو فکر میکنم آغاز کنه دکتر ابراهیم رزی رهبر نهضت آزادی ایران هستند سال قبل هم چند ماه دستگیر شده بودند مدتی در خونه حبس خانگی بودند بعد وزارت اطلاعات ایشون رو وادار کرد که یک اعلامیه منتشر کنن و بگن که از سمت ریاست نهست آزادی استفاده دادن که البته بازه بود که تصنعی آقای دکتر یزدی استفاده ندادن ایشون سرطان پروستاد دارن سنشون نزدیک 81 سال هست ولی با وجود این حاکمیت از از شخصت های ملی مذهبی حتی اونهایی که کولت سنی دارن مثل دکتر یزدی تا اونا که جمعونتر هستن مثل آقای تغییر رحمانی و آقای رضا علی جانی و دکتر احمدی سید ترس و وحشت بسیار زیاد داره و به هم اینها میخوان که آقای دکتر ابراهیم یزدی رو ظاهرا به زندان ببرن و به ایشون دستور دادن که به زندان بیاد و خوش و معرفی کنه ایشون نامه ای به آقای محمد جواد حجتی کرمانی نوشتن آقای محمد جواد حجتی کرمانی یک یکی از روحانیون طرفدار آقای خامنه‌ای هستند ولی در این حال شهرتی به عنوان یک شخصیت منصف دارند. آقای محمد جواد حجتی کرمانی اخیراً خودشون از آقای خامنه‌ای و کارهایی که در ایران اتفاق افتاده بود انتقاد کردن و دکتر ابراهیم یزی در نامه‌ای که با آقای حجت کرمانی نوشتن راجب اوزای ایران به اوضاع ایران بهشون هشدار دادن و گفتن که اگر وضع به همین طریق پیش بره مملکت به سراشبی سقوط خواهد رفت و اوضاع مملکت بسیار بدتر از این خواهد شد که همیل میبینیم می‌بینیم خیلی خوب اجازه بدید که یکی دو دقیقه مکس کنیم تا آگه یا پخش بشه و دوباره من در خدمت شما خواهم بود و برنامه رو ادامه خواهم داشت با ما باشید خب در قسمت اول برنامه راجب به صحبت هایی که جنرال بنی گنس رئیس نیروهای مسلح اسرائیل راجب به ایران گفته بود صحبت کردم حالا میخوام راجب یکی دو موضوع مهم صحبت کنم که در واقع با صحبت های جنرال گنس در مورد ایران بی ارتباط نیست موضوع اول مصاحبه آقای رضا پهلوی با تلویزیون اسرائیل اول یکی دو دقیقه از این برنامه تلویزیون رو با هم دیگه نگاه میکنیم و بعد من راجع به صحبت که آقای رضا پهلوی در مصاحبهشون انجام دادن با شما صحبت میکنم با هم دیگه تماشا کنیم Every principle that the free world is based on, on human rights, on equality, of justice and what have you, is like cyanide to a regime that has such a obscure apartheid vision of things. It is totalitarian as the Soviets were. It is fascist as Hitler was. It is racist as apartheid was. It is all of these worst kind of regimes on the planet combined in one. <laughs> and yet the world wants to negotiate with its representatives. We're not talking about Osirak here. We're talking about something that will entail such a campaign that clearly means neutralizing Iran's retaliation capabilities, which means a full-fledged war. this is no longer a surgical strike. because you have to hit the ministry of information, intelligence, uh, the air bases, uh, iranian air force. Uh, let's not dream about the fact that this is just, oh, you know, we're just going to go hit them and that's it, it's going to be over. no. if i were to sit face to face with mr. netanyahu or mr. perez, i would say, listen, who in this planet by now doesn't know that there's a military option? but are there other options? The best option is to utilize the best army in the world in place, ready to strike, which is the Iranian people themselves. And if you don't help that, God help us all. Israel can help Iranian opposition. Yes. How? How? By uh, putting all sorts of technological, financial and other resources at our disposal. But would it only hurt you? I'll take my chance by telling people I brought you the help of Israel to get rid of this regime by peaceful means as opposed to Israel bombing you, which is exactly what the regime wants. Now it's your choice. Which one is worse? خب همونطور که ملاحظه کردید آقای رضا پهلوی در صحبتاشون گفتن که از اسرائیل خواستن که به ایران حمله نکنن گفتن کار اشتباهیه گفتن که به بقای دولت جمهوری اسلامی کمک میکنه و صحبتی از این نظر که البته بیشتر ایرانی ها اینو میگن ولی نکته مهم در صحبت ایشون این نبود که گفتن که اسرائیل نباید به ایران حمله کنه بلکه تقاضای کمکی بود که ایشون از اسرائیل کردن برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی رو در ایران عوض کنن ایشون گفتن که منابع مالی و تکنولوژیکی رو در اختیار ما قرار بدید از اسرائیل خواستن تا ما بتونیم که رژیم جمهوری اسلامی در ایران رو عوض کنیم و این موضوع صحبت بنده هم همین اینه یعنی صحبتی است که آقای رضا پهلوی در مورد کمک خواستن از دولت اسرائیل برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی در ایران انجام داد موضوع اینه که آیا واقعا هیچ شخصت ایرانی میتونه از دولت اسرائیل یا باید از دولت اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی تقاضای کمک کنه صرف نظر از که ما راجع به رژیم جمهوری اسلامی چی فکر میکنیم آیا اصولا تقاضای کمک از دولت خارجی به خصوص اسرائیل در این مورد کار درستی یا نه به نظر من این کار بسیار کار نادرستیه به خصوص اگر بخوایم وقتی که پای اسرائیل مطرح میشه البته من میدونم که خب قبل از انقلاب دولت محمد شاه با دولت اسرائیل روابط بسیار نزدیکی داشت سازمان جاسوسی اسرائیل یعنی موساد با سواک ایران روابط بسیار نزدیکی داشت ایران و اسرائیل به نوعی در اون منطقه متحدان استراتژیک بودن ولی در واقع اون بین دولت محمد رضا شاه و دولت اسرائیل بود در این حال بنده هم معتقدم که هیچ گونه دشمنی بین مردم ایران مردم عادی ایران و مردم اسرائیل مردم عادی اسرائیل وجود نداشته نباید هم داشته باشه خود بنده به عنوان یک مسلمان معتقد نه به شعار مسلمان های افراتی در مورد اسرائیل معتقدن و و نه و نه معتقدم که ایران و مردم ایران و مردم اسرائیل به طور اصولی با هم دیگه تضادهای آشناپذیری دارن ولی به هر حال آنچه که مسلمه نظام سیاسی نظام سیاسی سیاسی اسرائیل در حال حاضر مخالف فقط دولت جمهوری اسلامی نیست بلکه اصولا نظام سیاسی راستگرای اسرائیل مخالف به نظر من موجودیت کل ایرانه اینطور که خیلی مشهوره و گفته میشه در سال 2003 آقای اریل شارون که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بودن در صحبتاشون گفتن که دولت ایران حتی اگر به طور صد درصد دموکراتیک هم باشه چون خیلی بزرگه میتونه برای اسرائیل خطر بلغوهی محسوب بشه متحدان اسرائیل در آمریکا سال هاست تجزیه ایران صحبت میکنن از جمله آقای برنارد لوئیس استاد دانشگاه پرینستون که همیشه گفته که ما باید از اختلافات قومی در ایران استفاده کنیم و و این موضوع رو دامن بزنیم میدونیم که اسرائیل و متحدش سازمان مجاهدین خلق دانشمندان هسته ایران رو ترور کردن میدونیم که اسرائیل به گروه جندلا گروه تروریستی جندلا کمک کرده که از طریق بلوچستان پاکستان به ایران حمله کنه آقای مارک پری در مجله فارن پالیسی گزارشی بسیار مفصلی دادن در مورد اینکه چطور ماموران سازمان موساد خودشون رو به به طرفداران جندلا نزدیک کردن و خودشون رو نه به عنوان ماموران موساد بلکه به عنوان ماموران سازمان سایه معرفی کردن و سعی کردن که اونها رو به همکاری با خودشون دعوت کنن ما میدونیم که اسرائیل در کردستان عراق حضور خیلی چشمگیری داره گزارش دو هفته پیش بود که اسرائیل در آذربایجان جمهوری آذربایجان حضور خیلی چشمگیری داره و بنابراین بر که می و که میدونیم در عرض یک سال دو سال گذشته رهبران افراطی اسرائیل تهدیدهای متعددی رو بر علیه ایران و حمله به ایران کردن واضحه که اگر دولت اسرائیل به ایران حمله کنه این دولت نه تنها این دولت بلکه هیچ دولت دیگه ای بمبی نداره یا وسایل نظامی نداره که مثلا بنوانی مثلا وقتی که به ایران حمله کرد فقط رهبران جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بگیرن واضح که اگر چنین حمله ای صورت بگیره تر با هم دیگه خواهند سوخت تعداد زیادی از مردم شا به شهادت خواهند رسید مملکت صدمه بسیار زیادی خواهد دید همه اینها و به اسم اینکه ایران ممکنه یه روزی به ساختن اصلاحی ای دست بزنه ولی همطور که در قسمت اول برنامه خدمتون ارز کردم حتی کسانی مثل جنرال گنز رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل هم معتقد نیست که جمهوری اسلامی در حال ساختن سلاح هسته ای است و یا تصمیم سیاسی رو برای گرفتن سلاح هسته ای گرفته باشه ولی آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هنوز اصرار میکنه که اینطور هست در این حال بعد از مذاکرات استانبول بین ایران و گروه پنج به اضافه یک آقای بنیامین نتانیاهو به شدت به کشورهای پنج به اضافه یک حمله کردن که چرا با ایران وارد مذاکره شده و هم که از کنم خیلی از هموطنان ما که در خارج زندگی میکنن نمونش آقای دکتر علیزا نوریزاده بود طرفداری یک جانب از اسرائیل در رابطه با ایران میکنن من صحبتی که با آقای نوریزاده یک شمعه گذشته داشتم وقتی راجع به سلاح هسته اسرائیل ازشون پرسیدم ایشون گفتن که خب اسرائیل مجبور داشته باشه چون اگر اسرائیل نداشته باشه بقا نخواهد داشت البته خب این حرفش کاملا بی اساسد. نیروهای مسلح اسرائیل بدون سلاح ای هم بیرومندترین نیروهای مسلح در خاورمیانه هستند و از این لحاظ همتایی ندارن و برنامه اینها همه توجیهی که برای اینکه به برنامه و زرادخانه اسرائیل اعتراضی نشه ولی همه اون اعتراض ها به روی جمهوری اسلامی باشه البته همه ما ها که با جمهوری اسلامی مخالفیم موافقه این نیستیم که این بین مملکت ما شرایطی وجود که مملکت ما و کشورهای دیگه حالا هر کشوری میخواد باشه یک حالت جنگی برقرار باشه ولی هم که عرض کردم اگر حمله نظامی به ایران صورت بگیره دیگر خوشگوتر با هم دیگه خواهد سوخت و دیگه فرقی بین اون که طرفدار جمهوری اسلامی و اون که طرفدار جمهوری اسلامی نیست در ایران وجود نخواهد داشت حالا تحت چنین شرایطی آقای رضا پهلوی با تلویزیون اسرائیل مصاحبه میکنن از اسرائیل تقاضای کمک میکنن همینطور آقای رضا پهلوی به مذاکرات بین ایران و گروه پنج به و کشورهای اروپایی حمله کردند هر گونه مذاکرات با جمهوری اسلامی رد کردند و ادعا کردن که مذاکرات با جمهوری اسلامی در واقع این دولت رو یا این رژیم رو یک نوع مشروعیت بهش که البته این, این صحبت هم نتیجه عدم درک ایشون از مسئله مشروعیت بدنی که مشروعیت یک نظام سیاسی حاکم و یک مملکت رو مردم اون مملکت به اون نظام میدن نه گفتگو با دولت های خارجی بنابراین اگر جمهوری اسلامی مشروعیت نزد مردم داره که به نظر من نداره این مشروعیت یا عدم مشروعیتش مستقیما به خاطر مردم ایرانه و اگر هم داره اونم باز به خاطر مردم اینه نه به خاطر اینکه آمریکا و کشورهای متحدش با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شدن در این مورد مقاله های بسیار زیادی منتشر شد آقای رضا پهلوی در مصاحبه خودشون نه تنها با تلویزیون اسرائیل بلکه با جاهای دیگه مذاکرات مذاکرات با ایران رو به تمسخر گرفتن ایشون گفتن که این در حالی است که تمام کشورهای دنیا البته بجز دولت آقای بنیامین نتانیاهو در اسرائیل چه از چین روسیه و اروپا گرفته تا خود دولت آقای اوباما میگن که با دولت جمهوری اسلامی باید وارد مذاکره شد نکته دیگه ای که اینجا به نظر من مطرح اینه که اگر تنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای غرب به خصوص کشورهای پنج به اضافه کم بشه این موضوع نه تنها به بقای دولت جمهوری اسلامی کمکی نخواهد کرد بلکه به نظر من باعث دادن جان تازه ای به جنبش دموکراتیک در داخل ایران میشه بدنی که واضحه که نظامی که هر کسی در ایران هر گونه فعالیت سیاسی رو میکنه اولین اتهامی که وارد میکنه اینه که اون فعال سیاسی جاسوس آمریکاست یا جاسوس اسرائیل یا متحد آمریکا و اسرائیل وقتی چنین نظامی با تنش در روابط خودش رو با کشورهای آمریکایی و آمریکا و اروپایی کم میکنه و در واقع با اونها وارد معامله میشه و با وارد معاملات دیپلماتیک میشه دیگه اون رژیم نمیتونه این بهانه رو برای سرکوب فعالان دموکرات در داخل ایران استفاده کنه در این حال تا زمانی که خطر حمله آمریکا و اسرائیل به ایران وجود داره ایران هم مثل هر کشور دیگه است وقتی که امنیت ملیش یعنی امنیت سطح کشوریش نه امنیت گروهی و نه امنیت رژیمی بلکه امنیت ملی وقتی امنیت ملیش مورد خطر قرار بگیره واضحه که نظام سیاسی حاکم بر ایران از این موضوع استفاده خواهد کرد به نفع خودش و هر گونه بیلیاقتی خودش رو در داخل ایران توجیه خواهد کرد به عنوان مثال اون رو به تحریم‌های اقتصادی ربط میده و از همه اپوزیسیون خواهد خواست تا صدای خودشون رو خاموش کنند به بهانه اینکه امنیت ملی کشور در خطره و بنابراین اگر تنش بین روابط جمهوری اسلامی و دولت و آمریکا و متحدانش کم بشه این در واقع در تحلیل نهایی به نفع جنبش دموکراتیک در ایران خواهد بود و بنابراین این به تمسخر گرفتن مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا و متحدانش از طرف آقای رضا پهلوی و هم فکرانشون کاری است صد درصد غلط و این باید مورد نکوهش همه وطن دوستان ایرانی قرار بگیره یه نکته جالب راجع،, راجع به مصاحبه آقای رضا پهلوی با تلویزیون اسرائیل اونجایی که ایشون میخوان از روی مقاله که اینجا هست میخونم ایشون میخوان به اسرائیل تفهیم کنن که حمله مستقیم اینا راه درستی برای حل موضع رژیم اسلامی نیست استدلال ایشون برای این مبناست است که نباید رو، رویا پردازی کرده و فکر کنیم که ما با یک حمله ساده میتونیم مقاومت رژیم را بشکنیم و کار را یکسره کنیم این, این مقاله بود که آقای علی تیز قدم آقای به نام علی تیز قدم در وبسایت گویا منتشر کردن آقای پهلوی به مردم توضیح دادن که اگر امکان این بود که با یک حمله قافلگیرانه گیرانه همه زیر های کشور نابود شوند عده زیادی کشش و در کنار آن رژیم ایران هم سرنگون گردد آیا ایشان راضی به انجام آن خواهد بود یا نه نکته دوم که تعجب آورتر است این است که ایشان خود را با اسرائیل جمع بسه و از ضمیر ما برای توصیف شرایط استفاده می کنند یعنی شما اگر مصاحبه آقای رضا پهلوی رو با تلویزیون اسرائیل به طور کامل نگاه کنید میبینید که همیشه ایشون دامن از ما صحبت می کنند حالا نکته دیگه هم که اینجا مطرح این است که واضحه که اگر رهبران سیاسی اسرائیل بخوان به ایران حمله کنند اهمیتی به نظرات آقای رضا پهلوی نخواهند داد و بنابراین سوال اینجاست اگر دولت اسرائیل به ایران حمله کرد موضع آقای رضا پهلوی در قبال اسرائیل به ایران چیه این ایشون که در تلویزیون اسرائیل میاد و راجع به این موضوع صحبت میکنه و تقاضای کمک مالی و تکنولوژیکی میکنه و بعد از کلمه ما استفاده میکنه به طوری که یعنی ایشون و همفکرانشون متحد دولت اسرائیل در این مورد هستند. اگر چنین حمله صورت بگیره موضع ایشون چه خواهد بود البته ایشون میتونن بگن که ما این حمله رو محکوم میکنیم ولی وقتی که ایشون اینطور با تلویزیون اسرائیل صحبت میکنن اون مرز هایی که باید روشن باشه مخدوش میشه و در واقع معلوم نیستش که مرز دوستی کجا تموم میشه و مرز مقاومت در برابر حمله اسرائیل به ایران کجا کجا شروع میشه این رو بذارید در برابر بخش دیگه از سلطنت طلبان سلطنت طلبان ایرانی به عنوان مثال زنده یاد و همایون که در سالهای آخر حیاتشون مواضع بسیار واقع بینانه و روشنگرانه داشتن اینها ایشون من خاطرم هست چند سال پیش موقعی که تهدید دولت آی بش برای حمله به ایران بالا گرفته بود ایشون گفتن که اگه دولت آی بش، به ایران حمله کنه من به طور موقت در کنار جمهوری اسلامی از وطن دفاع خواهم کرد خب این رو مقایسه کنید با طرفداران افراطی آقای رضا پهلوی البته آقای رضا پهلوی همیشه مواضع کاملا روشنی نداشتن هر روز یه جور حرف زدن هر روز یک کلامی رو مطرح کردن و به همدل انتظار زیادی هم از ایشون در این مورد نمیره در مورد اینکه راهی رو بتونن در این مورد باز کنن خب این این یه صحبت بود کم توی که هم توی کردم در شرایطی که رهبرانی مثل جنرال گنس اسرائیل میگن که ایران ای 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 مشغول سالای هسته ای نیست و ما نباید با ایران وارد جنگ بشیم و صحبت ای از این قبیل آقای رضا پهلوی در صحبتشون میگن که اصلا با جمهوری اسلامی نباید وارد مذاکره شد مذاکره رو مسخره میگیرن و هم میگن که بیایم به ما کمک کنیم تا رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم البته که البته همونطور که عرض کردم مخالفت با جمهوری اسلامی که خود بنده رو هم شامل میشه یه موضوعه ولی به خطر افتادن امنیت ملی کشور و همینطور اتحاد برقرار کردن با نظام های سیاسی که در واقع مخالف وجودی ایران هستند یه موضوع دیگه است این یه موضوع بود موضوع دوم موضوعی بود که بعضی از هموطنان ما هموطنان ما که فعالیت سیاسی دارن در مورد در مورد ایران و اینکه این شرطی در ایران هست رو چجوری میشه باز کرد دارن گروهی از هموطنان ما معتقدن که برای سرنگونی جمهوری اسلامی باید از دولت‌های خارجی کمک گرفت حالا بخشی از اینها این رو در قالب دخالت بشر دوستانه مطرح میکنن به عنوان مثال کسانی مثل آقای علی افشاری فعال سابق دانشجویی در ایران و یا آقای کازم علمداری در جنوب کالیفرنیا از حمله پیمان ناتو به لیبی به عنوان دخالت بشر دوستانه یاد میکنن البته آقای افشاری در هاشون و نوشته‌هاشون گفتن که شرایط ایران با لیبی یکسان نیست و معنیش اینه که اون دخالت بشر دوستانه ای رو که ایشون در مورد لیبی معتقد معتقد بودن که کار درستیه در مورد ایران درست نمیدونن البته همونطور که کردن هم ایشون اصلا نمی‌کنن به دلیل اینکه شرایط ایران و شرایط لیبی یکی نیست من این حرف ایشون رو اینجور تعبیر میکنم امیدوارم که اشتباه کنم در این مورد ولی من این حرف ایشون رو اینجور تعبیر میکنم که اگر شرط ایران با شرط لیبی یکسان بشه همون بلایی که سر لیبی اومد هم میشه در ایران بیاد آقای علم هم که در همین جور کالیفرنیا زندگی میکنن که ماشاءالله ازا از, از نئولیبرال های ناب شدن کسی که در دوران جوانیش از چپترین چپا بود و هر کسی که به شوروی سابق حمله می کرد با انتقاد شدید و حملات شدید ایشون رو می شد همیشه حالا صحبت از سرمایه‌داری و کپیتالیسم و پویایی سرمایه‌داری و اینجور حرفا صحبت ها می کنن. بدون اینکه به گذشته خودشون هیچ گونه اشاره کرده باشن بدون اینکه حتی یک بار گفته باشن که من در گذشته اینجوری بودم ولی به این نتیجه که اشتباه کردم مقاله هم که می‌نویسن به نظر من بدون که قصد بی احترامی به شخص ایشون رو داشته باشم مقاله بسیار سطحی هیچ عمقی نداره و این این مقاله ها فقط در توجیه سیاست های دولت آمریکاست و و جالب اینجاست که ایشون خودشون رو هنوز مترقی میدونه آقای علم داری هم همینطور در مورد به صلاح حملات بشر دوستانه موضع شبیه آقای علی افشوری داشتن خب اینها این, این صحبت خوشون در قالب حملات بشر دوستانی میکنن ولی کسان دیگه هم هستن مثل آقای مجید محمدی آقای مجید محمدی از کسایی که اخیرا بسیار فعاله به خصوص از بعد از انتخابات سال 2009 و مرتب مقاله میرسه آقای مجید محمدی به نظر منده باز بدونی که بی احترامی بخوام به شخص ایشون به انسان بکنم مقالهاشون بسیار سطحی و بدون محتواست مرتبا به اونهایی که مخالف دخالت خارجی در ایران هستن حمله میکنن اخیرا یه مقاله نوشتم و در اون گفتن که اون مثلا فعالان سیاسی که از ایران آمدن اینجا آمدن اینجا زندگی میکنن ولی در این حال از مزایا اینجا استفاده میکنن ولی در این حال معتقدن که مردم ایران نباید از کشورهای خارجی کمک بگیرن و در واقع ایشون رسما و عملا در مقاله‌ای که نوشته بودن در سایت گویا من این مقاله رو دیدم کمک گرفتن از دولت‌های خارجی به خصوص دولت آمریکا رو برای عوض کردن رژیم جمهوری اسلامی در ایران کاملا قابل قبول میدونستن و حملات بسیار شدیدی هم به اونهایی کردن که این کار رو درست نمیدونستن حالا ظاهرا استدلال همه اینها چه از آقای مجید محمدی که خیلی در این مورد سریح صحبت میکنن تا کسانی مثل آقای علی افشاری و آقای علمداری که یه مقدار با پرده پوشی بیشتری صحبت میکنن اینه که امپریالیسم و نظام سیاسی آمریکا و متحدانش عوض شدن و اینها دیگر اون رفتار سابق رو ندارن که البته این حرف کاملا بی اساس و بی مبناست ما اگر تمام اتفاقاتی که در عرض 65 سال گذشته از جنگ دوم جهانی رو اونها را بذاریم کنار و فقط به اتفاقاتی که در عرض 10 سال یا 11 سال گذشته یعنی از موقع واقعه 11 سپتامبر سال 2001 نگاه کنیم میبینیم که سیاست های دو، نظام امپریالیستی نه تنها عوض نشده بلکه تشدید هم پیدا کرده شما به دروغ هایی که در مورد حمله به عراق گفته شد نگاه کنید چقدر راجع به حمله به عراق دروغ گفته شد و به عراق حمله شد و صدها هزار انسان بیگناه کشته شدن میلیون ها نفر آواره شدند، بنیاد صنعتی و و زیربنایی عراق از بین رفت کشور عملا به دو ناحیه تقسیم شد سه ناحیه تقسیم شد ناحیه شمال در اختیار کردها ناحیه غرب در اختیار سنی ها و ناحیه مرکز و جنوب در اختیار شیعیان بسیاری از کارشناس های برجسته آمریکا معتقدند که عراق 20 سال دیگه هم نخواهد تونستش که بر سر پای خود بیسته در این حال بزرگترین برنده حمله آمریکا به عراق نیروهای تندرو در ایران به خصوص سپاه پاسداران بودن که متحدان نزدیکشون در عراق به حکومت رسیدن شما به افغانستان نگاه کنید که الان این جنگ 11 سال ادامه پیدا کنه تورانیترین جنگی که در تاریخ آمریکا وجود داشته باشه برای مسئله‌ای که هیچ گونه راه نظامی وجود نداره دارن سعی میکنن راه نظامی پیدا کنن در این حال در عین ظاهرا حمایت از تحولات دموکراتیک در مصر، تونس و جاهای دیگه در مورد اتفاقاتی که در بحرین، عربستان سعودی و جاهای دیگه اتفاق افتاده هیچ گونه صحبتی نمیشه دولت آمریکا در مورد بحرین به جز اعتراضات سطحی کار دیگه ای نکرده و سکوت کرده در, ب... در یمن عملا طرف یکی از دو طرف منازعه منازع، منازع رو گرفته آقای علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن تونست با پشتیبانی که عربستان متحده نزدیک آمریکا ازش میکنه یک سال بیشتر در حکومت بمونه جنگ در افغانستان به پاکستان گسترش پیدا کرده حمله هواپیماهای بدون سرنشین توسط سیایه به پاکستان ادزادی از مردم بیگناه رو کشته در عین حال نیروهای تندرو در سرویس های جاسوسی پاکستان دست از دفاع از و حمایت از نیروهای ارتجایی مثل طالبان و نداشتن در مصر ما می‌بینیم که در واقع انقلاب مصر رو دولت آمریکا متحدانش به عقیده بنده کوتاش کردن یعنی با برداشتن آقای حسنی مبارک که مورد تنفر اکثریت قریب اتفاق مردم بود موفق شدن که نظام سیاسی که توسط اون آقای مبارک حکرانی میکرد و در مصر حفظ کنند. جنرال ها هنوز سر کارن آقای هم جنرال محمد حسین تنتاوی عملا رئیس جمهور مثل آقای سمی حافظ انان رئیس نیروهای مسلح اسرائیل قدرت بسیاری در مصر داره و در این حال دولت آمریکا ظاهرا با نیروهای اسلامی مثل اخوان المسلمین و سلفی ها در مصر توافق هم رسیده میدونیم که بعضی از نمایندگان اخوان المسلمین در استانبول مخفیانه با اسرائیل و آمریکا ملاقات کردن و به اونها قول دادن در لیبی هم که ما میدونیم چه وضع نیروهای ناتو به لیبی حمله کردن کشور الان عملا به دو قسمت شرق و غرب تقسیم شده قسمت شرق که نیرو میدان های نفتی قرار داره ادعای خود مختاری داخلی کرده حالت کیاسی که در لیبی وجود داره هنوز وجود داره بنابراین اگر این کارنامه رو فقط همین در ده سال گذشته هم, هم ببینیم میبینیم که رفتار امپریالیستی نظام سیاسی آمریکا نه تنها عوض نشده نه تنها به طرف بهتر شدن نرفته بلکه به عقیده بنده حتی تشدید بیشتر بیشتری هم پیدا کرده و بنابراین این صحبت هایی که آقای مجید محمدی بدون لفافه و کسانی که با لفافه انجام میدن این صحبت ها کاملا بیاساسه این البته بحث بسیار مفصلی که امیدوارم در هفته آینده بتونم ادامه, ادامه بدم خب وقت برنامه امشب ما به پایان رسید متاسفانه مثل همیشه ما وقت کم آوردیم امیدوارم تا هفته آینده ساعت هشت شب که دوباره در خدمت شما خواهم بود روز و روزگار بر شما خوش باشه از شما دعوت میکنم به برنامه خوب آقای دکتر مرتزا محید که از شنبه ها ساعت 9 صبح و 9 شب و شنبه ها از ساعت 10 تا 11 صبح از تلویزیون پیام مردم افغان پیام افغان پخش میشه توجه بفرمایید از اینکه وقت زیر خودتون رو به تماشای برنامه من اختصاص دادید سپاس گذارم